بیماری های فراگیر. دارو. تجهیزات پزشکی. آیا سازوکاری برای هماهنگ کردن اقدامات بهداشتی در سطح جهان وجود دارد؟ پاسخ سازمان بهداشت جهانی است. این سازمان کی و چگونه تأسیس شد؟ ساختار آن چگونه است؟ چه اقداماتی در جهت بهداشت جهانی انجام می‌دهد؟ دورنمای امروز پاسخی به این پرسش خواست. سازمان بهداشت جهانی چگونه و در کجا آغاز به کار کرد؟ سازمان بهداشت جهانی که با حروف اختصاری WHO نشان داده می شود، یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه جهانی ایفا می کند. این آژانس در 7 آوریل سال 1948 در ژنو تأسیس شد و حکم سرپرستی و منابعش را از سازمان بهداشت سابق که خود آژانسی در جامعه ملل بود گرفت. این سازمان با بودجه اولیه 5 میلیون دلار شروع به کار کرد. سازمان بهداشت جهانی یکی از نخستین آژانس‌های سازمان ملل متحد است و اساسنامه آن رسما در 7 آوریل 1948 اولین روز بهداشت جهانی توسط 26 کشور از اعضای سازمان ملل متحد تصویب شد. اهداف، وظایف و ماموریت‌های سازمان بهداشت جهانی چیست؟ سازمان بهداشت جهانی در اساسنامه خود هدفش را دستیابی مردم به بیشترین سطح سلامت ممکن بیان کرده است. کاهش اثرات بیماری‌های غیرواگیردار، بهبود سلامت مادران و کودکان، سلامت تغذیه و آب آشامیدنی، سلامت محیط زیست و کنترل و مبارزه با اعتیاد از دیگر وظایف این سازمان محسوب می شود. سازمان بهداشت جهانی علاوه بر هماهنگ کردن تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل بیماری‌های عفونی مانند مالاریا و ایدز، از برنامه‌هایی برای پیشگیری و درمان چنین بیماری‌هایی حمایت می‌کند. این سازمان از تولید و توزیع واکسن‌های مؤثر و بی‌خطر و شیوه‌های تشخیصی داروها حمایت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی ممکن است علاوه بر مأموریت‌های فوق بر اساس پیمان‌های بین‌المللی مأموریت‌های جدیدی را به عهده گیرد. مجموعه فعالیت‌های سازمان بهداشت جهانی چه بوده است؟ سازمان بهداشت جهانی در 1950 اولین برنامه واکسیناسیون علیه بیماری سل را به اجرا گذاشت. پس از آن در 1955 برنامه ریزی برای ریشه‌کنی مالاریا را آغاز نمود. برای اولین بار در 1965 گزارشی در مورد بیماری دیابت توسط این سازمان منتشر شد. در همین سال آژانس تخصصی تحقیق روی سرطان نیز تشکیل گردید. در 1986 سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ای برای مقابله با بیماری ایدز طراحی و تدوین نمود و از 1988 برنامه ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال را آغاز کرد. سال 1998 این سازمان اجرای برنامه‌های خود برای افزایش امید به زندگی و کاهش خطرات مرگ و میر نوزادان را در دستور کار قرار داد و با اجرای طرح‌های متعدد موفق شد در سال 2007 تا 68% از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های واگیردار همچون سرخک، سل و مالاریا را کاهش دهد.
سازمان بهداشت جهانی سالانه با تنظیم گزارش‌ها و نمودارهایی پیشرفت‌های بهداشت جهانی را به اطلاع عموم رسانده و تهدیدات بهداشتی را نیز مشخص می‌کند. ساختار سازمان بهداشت جهانی چگونه است؟ کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی نمایندگانی به مجمع جهانی بهداشت، ارگان اصلی تصمیم گیری این سازمان می فرستند. این مجمع هر سال جلسه‌ای در ماه مه تشکیل می دهد. یکی از وظایف مجمع جهانی بهداشت تعیین دبیر کل سازمان بهداشت جهانی است. اکنون دکتر مارگارت چان ریاست سازمان بهداشت جهانی را بر عهده دارد. آخرین و هفتمین انتخابات ریاست این سازمان در سال 2006 انجام شده که دکتر مارگارت چان از چین به عنوان هفتمین رئیس سازمان بهداشت جهانی انتخاب گردید. مجمع جهانی بهداشت علاوه بر تعیین دبیر کل، سیاست‌های مالی سازمان را بررسی می‌کند و بودجه‌های پیشنهادی برنامه‌ها را بازبینی و تایید می‌کند. مجمع همچنین 36 عضو خود را به عنوان هیئت اجرایی برای 3 سال برمی‌گزیند. همه اعضای سازمان ملل می‌توانند عضو سازمان بهداشت جهانی شوند. سایر کشورها در صورتی که تقاضای عضویتشان به تصویب اکثریت مجمع عمومی جهانی بهداشت برسد، می توانند عضو شوند. اکنون 193 کشور عضو سازمان بهداشت جهانی هستند. از جمله تمام اعضای سازمان ملل به جز لیختنشتاین. دو کشور غیر عضو سازمان ملل، نیو و جزایر کوک، هم به عضویت سازمان بهداشت جهانی در آمدند. سازمان بهداشت جهانی برای تسهیل کار و عطف به ویژگی‌های منطقه‌ای جهان را به 6 بخش تقسیم کرده و دارای 6 دفتر منطقه‌ای است. دفتر آفریقا در برازیل، کنگو، دفتر آمریکا در واشنگتن دی سی، دفتر مدیترانه شرقی در قاهره مصر، دفتر اروپا در کوپنهاگ دانمارک، دفتر جنوب شرق آسیا در دهلی نو و دفتر غرب اقیانوسیه در مانیل فیلیپین. این دفاتر تا حد زیادی خود مختار هستند و هر کدام کشورهای منطقه خود را پوشش می دهند. اکنون بیش از 8000 کارشناس سلامت در سرتاسر جهان در 147 دفتر نمایندگی، 6 دفتر منطقه‌ای و مقر اصلی سازمان در ژنو مشغول فعالیت هستند. رئیس این دفترها که مدیر منطقه‌ای نام دارد، به وسیله کمیته منطقه‌ای برای 5 سال انتخاب می‌شود. در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی، ایران در منطقه مدیترانه شرقی است که اکنون ریاست دفتر آن را علا الوان بر عهده دارد. یکی از کارهای ماندگار سازمان بهداشت جهانی در مقابله با انتشار بیماری‌های واگیردار، تدوین قوانین بین‌المللی سلامت است که کشورها را موظف به شناسایی و کنترل بیماری‌های مورد نظر می‌نمود. یکی دیگر از نوآوری‌های اخیر سازمان بهداشت جهانی، ایجاد مرکز عملیات استراتژیک سلامت است که با آخرین تکنولوژی‌ها در اپیدمی بیماری‌ها و بلایای طبیعی در هماهنگی اطلاعات و اقدامات بین کشورهای مختلف فعالیت می‌نماید. با توجه به شیوع بیماری‌های مزمن و تغییر شیوه زندگی در جوامع فقیر و غنی، سازمان بهداشت جهانی استراتژی جهانی تغذیه، تحرک و سلامت را وضع نمود تا به مقابله با بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، سرطان‌ها و دیابت بپردازد. اولویت‌های سازمان بهداشت جهانی چگونه تعیین می‌شوند؟ هر سال سازمان بهداشت جهانی موضوعی را که بیانگر اولویت بهداشت عمومی است اعلام می‌کند. موضوع سال 2014 این سازمان
مبارزه با بیماری هایی است که توسط ناقلین گسترش می یابند. ناقلین موجودات کوچک مانند پشه ها، حشرات، کنه ها و حلزون های آبشیرین و دیگر حشرات هستند که می توانند بیماری را از فردی به فرد و جایی به جای دیگر حمل نمایند. شعار سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 در رابطه با حشرات ناقل گزیدگی کوچک تهدیدی بزرگ می باشد و در این رابطه کلیپ های آموزشی نیز تهیه شده است. سازمان بهداشت جهانی این اولویت را با توجه به آمارهای زیر اعلام کرده است. 40% از جمعیت جهان در معرض خطر تب دانگ هستند. هر یک دقیقه یک کودک بر اثر مالاریا در آفریقا می‌میرد. حدود 1.3 میلیون مورد جدید از بیماری سالک در سال رخ می‌دهد. قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی چیست؟ سازمان بهداشت جهانی مجموعه قوانینی تحت عنوان قانون اساسی این سازمان دارد. برخی از این قوانین عبارتند از سلامت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری یا ناتوانی نیست. برخورداری از سلامت حق هر انسانی بدون توجه به نژاد، مذهب، باورهای سیاسی و طبقه اقتصادی و اجتماعی اوست. سلامت محور صلح و امنیت است و به هماهنگی کامل جامعه و دولت نیاز دارد. دستیابی به هر سطحی از سلامت ارزش محسوب می شود. دولت‌ها مسئول سلامت مردم هستند. آیا رژیم آخوندی هم مسئول سلامت مردم است؟ نگاهی به چند آمار نشان می‌دهد که حکومت آخوندی به تنها چیزی که اعتنا نمی‌کند سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مردم ایران است. ایران رتبه 112 را در رابطه با شاخص عدالت در سلامت دارد. 13% مردم ایران به خاطر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند. روزنامه حکومتی اعتماد در شماره 11 اسفند 1392 خود نوشت صنایع دارویی قلع و قمع شده است و در حالی که در فاصله کمتر از 15 سال تعداد داروهای مصرفی در کشور رشدی بیش از 100% داشته، میزان تولیدات دارویی در همین مدت نه تنها همپای مصرف رشد نداشته بلکه از کاهش حدود 40% هم برخوردار شده است. در آبان 1392 وزیر بهداشت وقت رژیم حسن قاضی‌زاده هاشمی از کسری بودجه 80,000 میلیارد تومانی در وزارت بهداشت خبر داد، در حالی که اساس بودجه مملکت صرف پاسداران و بسیجی‌ها و نیروهای سرکوبگر و صدور تروریست و برنامه اتمی می شود، جایی برای بودجه بهداشت و درمان مردم ایران نمی ماند.